به نام خداوند سلام بر شما. شما بیننده آخر خط از نور هستید. پایان نشست سازمان ملل درباره افغانستان در دوحه. پشت درهای بسته چی گذشت؟ آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل در یک نشست خبری و پس از پایان نشست دو روزه دوحه گفته که این نشست درباره به رسمیت شناخته شدن طالبان نبوده، بل درباره ایجاد یک رویکرد مشترک جهانی در مورد افغانستان بحث شده است. او افزوده است که در این نشست اشتراک کنندگان نگران ثبات افغانستان بودند و نگرانی جدیدشان را نیز ابراز کردند. دبیر کل سازمان ملل تاکید کرده که شرکت کنندگان با پشتوانه قاطعانه شورای امنیت این سازمان که خواستار مشارکت معنادار و برابر زنان و دختران در همه عرصه‌ها در افغانستان است وارد این گفتگوها شدند. حالا پرسش این است که بنبست مسئله افغانستان چه زمان شکسته می شود؟ آیا این نشست مانند نشست‌های دیگر بی نتیجه به پایان رسیده است؟ سازمان ملل با برگزاری نشست دوحه به دنبال چی است و برایند این نشست چه زمان و کجا هویدا خواهد شد؟ این پرسش و چند پرسش دیگر را از مهمانان شریک در بحث می‌پرسم. مهمانان ما در این بحث آقایان هر یک آقای میرویس آشفته، مسئول دفتر مطبوعاتی حرکت ملی خط سوم از طریق اسکایپ، اینجا در استودیو دکتر فضل منالله ممتاز دیپلمات پیشین و همچنان آقای محمد رفیق کاکر آگاه مسائل سیاسی نیز بر ما وعده دادند که در این بحث اشتراک خواهند کرد. مهمانان عزیز سلام، وقت بخیر، تشکر که در این بحث اشتراک کردند. میخوایم در نخست از آقای آشفته بپرسم که بنبست مسئله افغانستان چه زمان شکسته می شود؟ عرض سلام دارم خدمت شما، مهمانان محترم و بینندگان دردمند. بنبست افغانستان وقتی شکسته میشه که اعتنا و توجه به خواست مردم افغانستان صورت میگیرد. یک مثل معروف داره، میگه در خانه پاروز کس خبر نداره، در خانه شاد دنگ و دود. بله. از جامعه ما، از مردم ما، از ملت ما اساسا نمایندگی در اونجا حضور نداره. بحث منافع مردم افغانستان مطرح نیست. ای که مردم به چی حال است، ای که زنان شکایت کردن از مشکل هر خانواده افغانستان با وجود دارن، این مسئله کنار داشتن به خاطر منافع کشورهای دیگه در رابطه به افغانستان دارن، برای چانه‌زنی و رسیدن به یک توافق میانگین بین خودشان در سازمان ملل بحث افغانستان را مطرح میکنن و از مشکل اساسی مردم که عدم رعایت اعلامی حقوق بشر است، حقوق بشر در کل و زنان به گونه اخص و ویژه، این مسئله را جدی نگرفتن. خب قسمی یادآور شدن، اما این مشکل زمانی حل میشه که یک حاکمیت سیاسی، من جمله حاکمیت سیاسی سرپرست کنونی طالبانی در افغانستان، مشروعیت خود را نخست از مردمش میگیره، بعد مراجعه بکنه به جامعه جهانی. و اما این بحث به اون شدتی که باید مطرح می بود متاسفانه مطرح نیست. و ما چی عادت کردیم؟ ما مردم میخواییم که دیگرا برای تغییر ما اقدام بکنن. خود اگر ما اینجا میتونستیم یک دست کسانی که اینمی نحوی اجراعات حاکمیت سرپرست تایید نمی کنن، من حیث یک بدیل قانونمند وجود میداشتن، از جنگ هم میگذشتن. اول مسئله گفتمان، در نخست گفتمان، ما من حیث فرزندان آدم با دو طرف میز میشیشتیم و به خاطر حل مشکل خود صحبت میکردیم و طالبان را مجبور می ساختیم که به خواسته های برحق همه انسان های جامعه ما، همه شهروندان افغانستان تمکین بکنه. مشکل او زمان حل میشه که ما خود ما برای تعیین سرنوشت خود نقش داشته باشیم، نه اینکه دیگرا برای ما صاحب باعث تغییرات شوند. بله، حالا چه زمان مردم افغانستان از این تعیین سرنوشت که کشورهای دیگر همواره، اگر تاریخ افغانستان را ما بنگریم، همیشه سرنوشت به دست کشورهای دیگه، از چه زمان افغانستان میتونه که سرنوشت خود را تعیین بکنه؟ از یک طرف مردم روز تا روز به این امر متوجه شدن که باید دیدگاه های مشترک پیدا بکنن و بتونن که خواسته های بسیار بجا و معقول خود در برابر حاکمیت بدون میاد سرپرست طالبانی که نمیفهم تا چی سرپرست باقی میمونه مطرح بکنن. و از طرف دیگه تضادهای درونی خود طالبان این امکانات را میسر میسازه و جانب سیومی هم همینطور مداخلاتی مثل تدبیر کنفرانسی که دیروز صورت گرفت یا به پایان رسید و بدون اشتراک مردم ما، و جانب دیگر
مثلا ای که هینا ربانی به نمایندگی از پاکستان میتونه در واقع شفاعتگر واقع شوه و برای وزیر سرپرست خارجه افغانستان آقای متقی امکان سفر به پاکستان میسر بسازه. یعنی مداخلات آشکار و بی‌شرمانه بیگانه ها مردم ها متوجه به این میسازه که ما باید برای تعیین سرنوشت ما خود ما حرکت کنیم. این حرکت ها وجود داره منتها کند و بطی است، چی بهتر که سریعتر شوه و حاکمیت موجود طالبانی را وادار بسازه به ای که به خواسته های مردم تمکین بکنه و از این نوع ظلم و اجحافی که اینها روا میدارن از این بگذرن و بقای خود بدارن که در توامیت خواسته مردم است. اگر مردم نخواست هر قدرتی را به زیر میکشن من جمله طالبان هم. بله، سپاس آقای شفته. آقای ممتاز، نشست که دیروز پایان یافت، آیا نتیجه به دنبال خواهد داشت و چی باید شود که بنبست مسئله افغانستان حل شود؟ بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. سلام به بینندگان عزیز، خدمت شما همچنان میمان حاضر بر بحث. دوست عزیز ما، اگر به تاریخ 100 سال اخیر افغانستان، معاصر افغانستان مراجعه شود و دقیقا مطالعه شود، به طور عموم قضایای افغانستان، سرنوشت افغان ها به دست خود افغانستان، افغان ها تعیین نمیشه. و به خصوص در 50 سال اخیر قضایای افغانستان، مردم افغانستان همیشه اختطاف شده. به معنای کلمه اختطاف شده. همچنان تکرار میشه، در کارشناسا دائم تکرار میکنن که در افغانستان در این مدت جنگ نیابتی قرار داشته. جنگ، ما مخالف این تعبیر هستم، جنگ نیابتی نبوده، بلکه جنگ در افغانستان جنگ توظیفی بوده. به معنای چی؟ چه تفاوتی بین نیابتی داره بین جنگ توظیفی داره؟ توظیفی به معنای از ایست که شما ببینین که در او زمان وقت کودتای 1357 که صورت گرفت، قبل از او داوودخان صورت گرفت، همه کودتاها همش از طرف دیگرا بودن، حکومت های دست نشانده مزدور تعیین شده از طرف روس ها و اتحاد شوروی وقت بود، تعیین شده بود از طرف از اونا. این تغییرات، تبدیل نجیب به ترکی به افیزالامین به ببرک به این شکل، اینا همش از طرف از اونا صورت می گرفت، کاملا آشکار واضح است. متاسفانه یک تعداد از کسای حتی از این دوران کسایی که بود حزب دموکراتیک خلق بگیم برشان بگیم، به خاطر اینکه کمونیست ها نگویم که قهر میشن، به خاطر اینکه بر کمونیست بگیم قهر، در عین وقت اونا عملا کمونیست هستن، ولی که کمونیست برش بگی باز بر از نگاه فلسفی بحث میکنن کمونیست چطور است چنان است، خود راست برشان میگم، به خاطر اینکه تا به حال میکنم کمونیست کدام کافری را در افغانستان پیدا نکردم، کمونیست را که همی دختر خود بدون نکاح عروسی میکرد، میگفت واقعا چون سلام به تو واقعا کمونیست هستی، مادر تا بدون اجازه من نیست، سریع اصل موضوع مشکلی رشی است، مادر خود بدون جنازه دفن میکرد، من واقعا سلام پخته کمونیست هستی. اینا منافقت سیاسی داره. مهندس جنگ و صلح افغانستان در این 50 سال انجینیر امی حرامزاد بوده، خلیلزاد نه، حرامزاد، تاکید میکنم حرامزاد، به خاطر ازی میگم تاکید میکنم، به خاطر ازی که هر فعلی حرام انجام بده تو حرامیستی، حرامزاد استی. او اصطلاح عامیانه افغانانه، در از نگاه شرع اصطلاح شرع، اگر در مورد در میاد مهندس مسئله دوحه را خدمتتون در قسمت دوحه میگم، آل دوی مدت دیگه که غنی و بعدی ها دیگر ها آمدن، این هم جنگ توظیفی بوده که اینا موظف واشنگتن بودن، خلیزات همچنان اینمی صلح را که انجام داد توظیف شده بودن، توظیف شده بودن. اگر فکرتان بوده باشه این 5 سال پیش مذاکرات که آغاز کرده بوده به یک بنام تقلیل خشونت آغاز کرده بوده، خب غلام های خود اینا فریب دادن، بعد ها اینا قضیه دوهمه بحث میکنه. شما ببینین بزرگوار محترم، در این جد قضیه از ما، قضیه از افغانستان، مشکل در افغانستان، اگر طرف مخالف طالب است، اگر طالب است قضیه افغانستان،
متاسفانه که در اونجا نه نماینده افغانستان وجود داشتک، نه مخالف وجود داشتک، نه اپوزیسیون وجود داشتک، نه موافق وجود داشتک، هیچ جهتی وجود نداشت. بدتر از همه که کسایی که از دبر ارتباط افغان ها گپ میزنن، افغانستان گپ میزنن، بخصوص یک میخواستن جلب توجه کنن، از خان آمر اختطاف کنن به نام حقوق زن. در این 20 سال جنایت بزرگی را که انجام داده جامعه بین المللی انجام دادن به نام دموکراسی، حتی کسای غلامایی که وجود داشتن، دعات چی قهرمانان دعوتگرای دموکراسی بودن، بزرگترین جنایت کردن در حق حقوق خانما کردن. برای ما آرشگر آوردن از پاریس و از لندن و از تهران و از کجا آرشگران آوردن، رقاصا را آوردن، چهره های منفور آوردن به نام اجازه بتن، به نام قهرمان چی، به نام مبارزین حقوق خانما، به نام حقوق بشر، به نام حقوق سیما سمر، امثال هون آورده. آن موضوع خانما میبینه که چی عجیب یا از حماقت های وجود داره در فعلا در مطبوعات ما، در پالیسی همی میگن که پول افغانستان، اقتصاد افغانستان خراب است به خاطر از اینکه سب او چند میلیارد افغانستان منجمد است. شما پول پشتیبانی افغانستان است، او خود به خاطر مسئله استهلاک روزمره نیست. اگر ده برابر ازام به اقتصاد افغانستان تغییر نمیکنن، قطعا تغییر، چرا ده 20 سال تغییر نکرد، عالم تغییر نمیکنن. چرا؟ اونمو ضعفی که وجود داره، اونمو خیانتی که وجود داره، اما اختلاسی که وجود داره، اما فسادی که وجود داره، رازهای توی پوت پنهانی که در عقب پرده ها وجود داره، میخواین که این می مشکل اقتصادی را وابسته بساز به اون چیز میلیون. موضوع خانم را که گفتین جناب بزرگوار، در موضوع خانم را کی اختطاف کرد؟ این می چهره های فاسد آرشگر و رقاصه هایی که در 20 سال بودن اینا خطاب. اگر شما واقعا میخواین در باره زن خانم ها صحبت کنین، در ضرورت است که شما حداقل کسای خانم های محروم که به نام صدای زنان افغانستان، صدای امروز اونا عرض اندام کرده، اونا را شما اون طبقه محروم از اون پشتیبانی کنین. اما کسایی که در 20 سال مانند سیما سمر و فوزیه کوفی امثال هم فرصت آقای آشفته گرفتن، آقای ممتاز سر قضیه خانم ها، قضیه خانم ها را، حقوق خانم ها را اختطاف کردن، اینا را پس دوباره این مفسدین را دوباره اعاده کنین. لعنت به شما و لعنت به دموکراسی تان. تشکر آقای آشفته. سازمان ملل با برگزاری همچون نشست ها واقعا به دنبال چی است؟ به دنبال ثبات افغانستان است و یا به دنبال بی‌ثباتی افغانستان؟ قول مرموز میگه چوهای بش بگفتی هنرش نیست بگو. ای که جامعه ملل موضوع افغانستان در یک سطح کلان مطرح میکنن، یعنی نشانگری ایست که افغانستان در محراب توجه جامعه جهانی هم قرار داره و سازمان جهانی ملل متحد نسبت به دردها و بیچارگی های مردم افغانستان به تفاوت نیست. اما راهی که برگزیده شده آدم میتونه او را قسما نقد بکنه. بحثی ای که خب دلهای هموطنهای ما بسیار پردرد است. واقعا وقتی ما بحث حقوق بشر توجه میکنیم و من جمله میگیم حقوق زنان افغانستان، یقینا بسیار کسانی که به نمایندگی از حقوقشان برخواسته بودند، اونها نماینده مردم نبودند و این درد دل بجا است. اما تلاش باید به این شود که ما مشکل اساسی کشور خود در نحوه حاکمیت کنونی، در چگونگی دولت مداری جستجو بکنیم. هرچند موارد کوچک مثبتی را ما میتونیم یادآور شویم، به طور مثال یک شاروال فعال در کابل حضور دارد، اما حاکمیت یک دولت فراگیر که مردم بتونه اقشار و طایفه های مختلف در خود داشته باشه نتونست تشکیل بکنه، قوای سیگانه جداگانه را نتونست تشکیل بکنه، قانون اساسی نداره، اعلامی حقوق بشر مورد توجه قرار نمیده، دفاع از منافع حقوق بشری کم توجه است، من جمله به حقوق زنان بالکل پشت پا کرده، حق تعلیم و تحصیل که بسیار بسیار مهم هست، حق حضور در کار برای زنان جامعه گرفته شده. این مسائلی هست که باید از اینجا به او پرداخته شود. حاکمیت سرپرست هم توجه بکنند، جامعه ملل متحد هم که اینها را در حرف میگن اما در عمل هم زمینه هایی را مساعد بسازند، حاکمیت را وادار بسازند در حدی که ممکن است. ما از جامعه ملل لشکرکشی و
ارسال عساکر کلاه آبی و اینا را توقع نداریم، اما توقع ای را داریم که حاکمیت سرپرستشون از یک طرف اونا اینا را تروریست می دانند در مجامع بین المللی و عنوان و لقب اگر برشان داده بودن بر نگرفتن، پس اطور که هست باید متناسب به با امی لقبی که دادن عمل هم بکنن. هفتوار یکی از اعضای شورای امنیت 40 میلیون برشان نپردازن و اینا کوشش بکنن که با فشارهای معجب و انسانی قانونمند جهانی حاکمیت سرپرست وادار بسازن که با جانب مردم رجوع بکنن، مشروعیت خود از مردم بگیرن. این امکانات وجود داره و ما میتونیم این توقع بکنیم. البته این اجراعاتی که صورت گرفت نشانگر امی توجه هست، منتها نحوی برخورد باید بسیار تغییر بکنه. بله، نشست که در دوحه شد که روز گذشته پایان یافت، خواهش افته، چی فکر میکنین که آیا مثل نشست های گذشته بوده یا یک بیانیه صادر کرد و بالاخره پشت در میتبر مردم افغانستان و یا هم نشست است که نتیجه ایش را قرار است قسمی که آقای گوترش گفت که نشست بعدی نشست تعقیبی به وجود میه و نتیجه ایش را او زمان مردم افغانستان میبینه؟ تعقیب بحث منافع هر یک از کشورهای منطقه و جامعه جهانی این موضوع را فکر میکنم تا دیر باز میتونه در محراب توجه ملل متحد قرار بده. و اون رقم میگفتن که نشست بعدی صورت میگیره. چرا؟ شما تفاوت نظر روسیه، چین، ایران و امریکا را در زمینه متوجه میشین، اتحادیه اروپا همچنان و پاکستان که قیم اصلی طالبان است و که در هر موضوع مداخله میکنه، ایران همچنان حال یک جنایی از طالبان زیر دست کرده و روزنامه شما یک سپاه مثل سپاه قدس باید بسازین. یعنی منافع همسایه ها، قدرت های منطقه و جهان این مسئله را نمیگذاره که از رونق سیاسی بفته و حتما برازی پیگیری های صورت خواهد گرفت. ما امیدوار هستیم که در این جریان مردم افغانستان و تمام فعالان سیاسی افغانستان که میخواین طالبان به اینمی موارد منفی اجراعاتشان متوجه بسازن، اینها هم سریعتر حرکت بکنن و یک دست شون با هم تا بتونن طرح بدیل بریزن و جامعه جهانی را از بلا تکلیفی بکشن. برازی که گاهی جامعه جهانی متوجه میشه که میخواه مراجعه بکنه به اونمو آزمون شده های دیروز که در چور و چپاول سهم داشتن، در ویرانی شهرها، در کشتن بیش از 70,000 کابلی سهم داشتن. اینی موارد است که اگر بدیل قانونمند به وجود نیاید این حالت ادامه پیدا میکنه و متاسفانه به ضرر مردم و به سود حاکمیت پروژه‌ای موجود. بله، در باب برایند این نشست چه زمانه و کجا خواهد پیدا شد آقای یوشفته؟ ما امیدوار هستم که روز تا روز در این زمینه امکانات بهتر سراغ شود. امور کمی که زنان فعال جامعه در این مورد صدای خود بالا کردن و نواپیوستگی نشان میتن، امور کمی که در بیرون از کشور امکانات ای که جامعه ملل، سازمان ملل متحد متوجه بسازن تلاشای صورت گرفت. همین گونه که مردم ما اکثرا این را پیشکش میکنن که تنها جنگ راه حل نیست، ما باید به گفتمان رو بیاریم و در درون طالبای همچنان این تضادها بالا گرفته. اونا متوجه میشن که در مقابله با مردم و نداشتن حمایت مردم، ولی که پاکستان پول کمکی امریکا و اینا برشان برسه، اما بسنده نیست و بالاخره یکمن به یک بنبست جدی برمیخوره. باز اونا هم شاید متوجه به این شدن که خود تغییر بتن، اما متاسفانه چون استقلال سیاسی ندارن و دستنگر هستن، اکثرا اعضای خانواده های مقامات رهبری پاکستان هنوز در کویته و کراچی میلا زندگی میکنن و زیر اداره و کنترل پاکستان است. ما امیدوار هستیم این مسائل روز تا روز تغییر بکنه و اینا بفهمن که حاکمیت بر ضد مردم امکان نداره، به نام مردم و به ضد مردم. اینها به نام مردم، به نام شریعت، به نام دین، اما بر ضد مردم. خب یک مقدار کارهای کوچک هم انجام میتن و اگر مقایسه بکنیم اینا رو با جمهوری فاسد قبلی که سقوط کرد، طبعا او خب اگر خوب میبود سقوط نمیکرد. نباید طالبا خود امروزه هر آن یک بار با جمهوری سقوط کرده و با او دزدانی که جزایر قدرت با وجود آورده بودن و چور و چپاول به حد و حصر داشتن و می رقمی که میمان برنامه در مورد نقش منفی یکی از زنان صحبت کرد، خود با اونا مقایسه نکنن.
بیان ببینن خود با تمام کشورهای با 56 کشور دیگه اسلامی با حدود 196 کشور جامعه جهانی خود مقایسه بکنن، ببینن که چقدر امکانات هست که طالبا او را دست میتن. حتی باید بره بگوید که چی میاد خود تعیین کنه، تا چی میاد سرپرست است، کابینه خود خوای سیگانی خود تفکیک کنه، زنان اجازه بده که برن به تعلیم و تحصیل و به اقتصاد جامعه برگردن و در فعالیت های مدنی، فعالیت مدنی غیر دولتی که وجود داشت. ما یک بخش فعالیت مدنی بسیار مردمی داریم، یک بخش اونو معاش خورا بودن. این موارد باید تفکیک شوه و در این زمینه پرداخته شوه و امکاناتش هم وجود داره. سپاس آقای ممتاز. نشست پشت درهای بسته صورت گرفت، نمایندام نخواست از امارت اسلامی و از افغانستان. چه جریان داره؟ برایند این نشست چه خواهد بود و نشست بعدی که قرار است برگزار شود؟ مسئله به رسمیت شناختن آیا گزینه نشست بعدی خواهد بود؟ ببین دوست اجازه بتین، بعضی وقتا جواب ها مستقیم می باشه، بعضی وقتا غیر مستقیم می باشه، که از مستقیم که خیلی ربط اساسی داره به قضیه. همه مشکلی که وجود داره در اونمو راز پنهانی یا اونمو ملحقات یا اضافی، ملحقات اضافی که در دوحه تفاهمنامه دوحه امضا شده بین امریکا و بین طالب، 86% مواد تفاهمنامه کاملا پنهان و مخفی است از انظار عامه، از انظار مطبوعات، از دیگران. فقط این دو طبقه به دیگر اشاره می رسانند، پیام می رسانند. کنایتا امریکا طالب متهم می سازد که به وعده های خود وفا نکرده و تفاهم نامه دوحه را امضا نکرده، نقص کرده، و طالب همچنان اونا را میگن. یعنی می 40 میلیونی که میاره دیگه، پول های دیگه هم که میاره جزء از این قضیه است، جزء از اونم تفاهم نامه است. اینو یاد داشته باشین به صراحت. بعضی کسا میخوان که گول بخورن، 40 میلیون به نام حقوق بشر و غفاس مسائل یاد میکنن. یادتون فراموش نکنه که دایب امریکایی‌ها که کوشش میکنه که احمق پولی ها را بته، بسیار معذرت میخوایم از کلمات ثقیل به خاطر درد ما زیاد است، توسط کشورهای خلیجی میپردازند، چون اونجا حساب و کتاب وجود نداره. کشورهای خلیجی اشاره میکنه دائمی میپردازه. یک موضوع همه مشکلات اونم اینی این کنفرانس هایی که کنفرانس دوحه هم که صورت گرفته قبل از این، اینا یکی از چیست جزی از اونمو قراردادها و اونم تفاهم نامه که امضا کردن اون موضوع است. ولی بازیگر نمیخواد که درست موضوع واضح بسازه یا درست تمثیل کنه. به معنی چی؟ اگر اونمو قطعنامه شورای امنیت نمی بود، اونجا نمی بود، امکان ازی داشت که در این کنفرانس دوحه آل فعلا متغیر می بود تماما. شما دیدین از ابتدا مقدماتی که اعلان کرده که امینه و غیر امینه و سرمنشی همشون اعلان کردن، خیلی زیاد مسائل بود که اشارات وجود داشته که طالب ها را به رسمیت بشناسد، یک پیشرفت در قسمت رسم شناختن طالب بوده باشه. ولی این قطعنامه‌ای که صادر شده، بعضی مواقف دیگری که از امسایه افغانستان بوده که مخالف اشتها ذوق امریکایی‌ها بود، همچنان بعضی کسای بازیگرایی که میخواین در افغانستان نقش داشته باشند در این موضوع، مثل پاکستان و بعضی کشورهای دیگه، قطر، اینا خلاف میل زیا این قطعنامه شورای امنیت اینجا بود که نمیتونست یک نوع تناقض بین این کنفرانس صورت بگیره و او قطعنامه شورای امنیت تناقض صورت بگیره. بنابراین اینا خواستن که یک نوع از حال آمر اختطاف کنن، یا به معنای درستش کلمه عربی است استدراج کنن، به تدریج ذهنت سازی کنن و به تدریج باز کنفرانس بعدی است و کنفرانس بعدی است و مسائل بعدی است. اینا نوعی از قدم گذاشتن است، اینکه چطور میتونن فعلا از یک تعامل داشته باشن به امرای طالب. ذهنت سازی برای چیه؟ ذهنت سازی است که فی الحال اینا ببینین که
موضوع حقوق خانما را عنوان میکردن بسیار شرمنده خجالت آور یاد کرده. موضوع تعلیم خانما، تربیه تعلیم، تربیه خانما، تعلیم یاد کرد بسیار خجالت زده از موضوع مرور کردن، عبور کردن. کار خانما را یاد میکردن بسیار عبور کردن. حقوق بشر را بسیار عبور شرم‌آور کردن، خجالت آور کردن. موضوع اصلی که هست، من خدمت شما عرض کنم که هم باید مردمی موضوع را حقیقت بدانه. آن چیزی که برای امریکایی ها مهم است، آن چیزی که برای اروپایی ها مهم است، اون موضوع است در پشت پرده با طالب که اونا مذاکرات میکنند که 70% از این امی تفاهمنامه دوحه را در بر میگیره. موضوع امنیتی است، موضوع استخباراتی است. قصد کلگیشان این است که در افغانستان پایگاه امن برای حرکت های مخالف امریکا و اروپایی ها نبوده باشه. این یک اصل موضوع است. در مقابل از این که اونا چی باج میپردازن، چی در مقابل چی امتیازات به افغانستان قائل میشن، اینا این دیگه موضوعات اصلا. طبعا مسئله اینجا دالسیتود است در قضیه. به اون خاطر موضوع پنهان همه مذاکراتی که صورت میگیرد روی این موضوع. اگر کسی بگوید که امریکایی ها، روس ها، چینایی ها، هم جامعه بین المللی کسی به خاطر حقوق خانم ها دل میسوزن، دروغ است، خود فریب میتن. اگر کسی بگوید که به خاطر حقوق بشر است، یا دروغ است، دروغ است. اگر بگوید به خاطر حقوق حیوان است، یا دروغ است. همش اینا همه شعارهایی است که در پیشروی کمره ها میخواین که اینا خیلی در جامعه اروپایی و غربی خیلی جذاب است این موضوعات عنوان کنن. اما اصل مسئله سری پوستین مولا نصرالدین است که افغانستان پس دوباره پایگاه امن یا پایگاه پناهگاه بر مخالفین کشورهای اروپایی همچنان امریکا نبوده باشد. این دیگه موضوع دیگه که بسیار بصراحت بگویم، آن تنش هایی که فی الحال بین روسیه دو قطب وجود داره، بین روسیه و بین امریکا، بین چین و بین امریکا، بین ایران و بین امریکا، بین ایران و بین این موضوع مثلا که منافع همه زینا در آینده افغانستان نهفته باشد، برای جا فرق نمیشه که طالب بوده باشه یا حکمتیار، طالب بوده باشه یا استاد ربانی، برای جا مهم نیست. مهم اصلی قضیه است که مصالح جا نهفته باشه. خدا کنه که امپریالیزم باشه، کمونیسم باشه، سوسیالیسم باشه، برای جا مهم نیست. این شعارهای فریب دهنده است. بعضی ها کسا میخواهند که به زبان عصر صحبت کنن، به زبان تمدنی صحبت کنن، موضوع حقوق بشر، حقوق خانوما باید به تشاور. من برای خدمت شما عرض کنم، خانمای مظلوم مسکین بیچاره که هستن بنامی که نامشان صدای زنان افغانستان ماندیم، صدای بیوه ها، صدای مظلوم ها. شما بیارن 10 متر از دفتر خود بیرون شما این درمی گردنه باغ بالا خانمایی را ببینن که ماستر هستن، لیسانس هستن، مدیره مکتب هستن، امروز در سرک در جاده ها نشستن. کسایی که در پایتخت های خب مسئولی وضعیت چه کسی هست آقای ممتاز؟ خیلی کوتاه. مسئولی وضعیت در مسئول این که مسائل بیرونی است که ما بیرون رو طبعا بیرونی ها خارجی ها دیدار گفتیم که کل حکومت هایی که وجود در افغانستان اینا نیابتی نبودن، اینا توظیفی بودن. در توظیفی ادامه صحبت ها رو برمیگردم آقای ممتاز. در هر حال که مسئول اصلی است، مسئول اصلی اینی در 100 سال اخیر سیاست مدارای بدبخت افغانستان است. تشکر. برگزاری نشست دیگری که قرار است در مکان مشخص تا هنوز وداع نشده آقای شفته به معنی چی است؟ آیا نشست بعدی گام برای معزل حل افغانستان وجود خواهد داشت؟ بحث اساسی است که وقتی نشست ها صورت می گیره کدام منافع مورد نظر با مطبعه بحث قرار می دن. چون اگر منافع مردم افغانستان است، او که در این بحث ها جدی و به گونه‌ای که اولویت برش داشته باشه مطرح نشد. پس معیار اونمو فیصله های قرارداد دوحه است. قرارداد دوحه منافع امریکا و دوستان امریکا را مورد بحث قرار داده و او را توافق کرده. در اونجا کشمکش بین منافع امریکا روسیه، امریکا چین، امریکا ایران، امریکا هندوستان مورد نظر گرفته نشده و شما میبینید که این کشورها فعالانه در واقع از افغانستان منافع خود مطالبه می کنند. مردم افغانستان
و مشکل مردم افغانستان اساسا مطرح نیست. وقتی کنفرانس های بعدی هم صورت بگیره، اینها میخواین که زمینه های عملی توافق بر اونمو خواسته های خودشان با قرارداد دوحه محاسبه بکنن. از نظر من قرارداد دوحه وقتش پوره شده، او یک اجراعات اساسی کرد، دولت قبلی دست نشانده خودش از سقوط داد و طالبان را بر حریکی قدرت تکیه داد. حال باید او بحث منافع همسایه های ما را و قدرت های منطقه را حتما در نظر بگیره تا در افغانستان یک آرامش نسبی به خاطر مداخله های بیش از حد از اینا صورت بگیره. از این گذر اینجا این بحث ها به خاطر از این است که اینا به منافع خودشان نزدیک شوند. اما در اینجا حضور مردم افغانستان، نماینده مردم افغانستان، بحث منافع مردم افغانستان اونطوری که باید می بود به او جدیت متاسفانه مورد بحث تا حال واقع نشده و در آینده امیدوار هستم که به این گفت توجه بکنن، تنها بحث رد قرارداد دوحه یگان هدفشان نباشه. بله، سازمان ملل در قبال مردم افغانستان چی اولویت داره و کدام گام را برداره تا مردم افغانستان مشکلات که فراراه است، بخصوص تعلیم و همچنان آزادی بیان و نقض حقوق بشری، چه باید بکنه آقای شفته؟ ملل متحد از یک طرف مسئولیت های اخلاقی داره در برابر جامعه بشری بنابر فیصله هایی که صورت گرفته. افغانستان من حیث یکی از کشورهایی که در آغازین روزها او منشور امضا کرده و اعلامیه های مربوطه را پذیرفته، در این زمینه مکلفیت داره. اما دیدگاه سیاسی ساخته شده بر مسئولیت اخلاقی را رجحان میتن. در اون جهت گفتم بحث منافع قراردادی که در دوحه مطرح شده و او را تا به حال مردم ما هنوز هم دقیق نمیفهمند، اما او تأمین کننده منافع امریکا و دوستانش است و حتی دست باز داده برای یک نوع تراکم نیروهایی که خود او را عنوان کردن تروریستی هست. امروز هم از هر طرف میه و شما گاهی برخوردهایی که مثلا دمی روزا یکی از گویا رهبران داعش در این جنگ ها در با یک همسایه ما کشته شد، مثل از این مواردی هست که اینها جنبه های سیاسی این مسئله را خوب وضاحت نمیتن، اما دیدگاهشان سیاسی است و جنبه های اخلاقی مسئله که بحث آزادی مدنی مردم افغانستان این بالکل زیر سوال رفته. ما به نام حاکمیت دین و شریعت از جانب طالبا مردم از لحاظ روانی در یک وضعیت عجیب و غریب قرار گرفتن. این که بعضی کارهای کوچکی انجام میشه خب کسی نادیده نمیگیره. این مقایسه است با دولت قبلی سقوط کرده جمهوریت فاسد. اما اگر اینها معیار انسانی را مورد توجه خود قرار بدن، میبینم که مردم از لحاظ روحی روانی، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ داشتن امنیت کلی در مضیقه هستن و سازمان ملل متحد این مکلفیت ها را داره که این موارد اخلاقی را توجه بکنه و حاکمیت موجود سرپرست بدون میاد طالبانی را زیر فشار قرار بده از راهگذر امکانات بین المللی که اینها حتما به مردم باید مراجعه بکنن. این مسائل در حیطه امکانات سازمان ملل وجود داره، اما اونها دیدگاه سیاسی را به خاطر چانه‌زنی های خصوصا قدرت های بزرگ جهانی توجه میکنن و در غیر او متاسفانه با او کم توجه هستن. بله، تشکر آقای شفته. آقای ممتاز امارت اسلامی تا نشست بعدی چی باید بکنن؟ امارت اسلامی، ما برها تکرار کردیم که مسئولیت امارت اسلامی چیست. آنچه که جناب آقای شفته صد فرمودن، دائم در افغانستان یک مشکل داریم که مقایسه ها صورت میگیرن بین بد و بدتر، مقایسه صورت میگیرن و هر نظامی که بعدی میاد نظام قبلی را سیئات از را بیان میکنن و حسنات خود را بیان میکنن. در مسئله موضوع جمهوریت و امارت اسلامی افغانستان بسیار آشکار برشم صحبت میکنم، بصراحت صحبت میکنم، بخاطر ازی که من تکرار میکنم که بعد مردم گمان میکنن، از این بیننده ها مشاهدین گمان میکنن که البته این کارشناس هایی که اینجا دعوت میشن شما برای زو پول میپردازین، خب میمانی هم برشان میتین، محترم روان میکنین، ما در اینجا حاضر میشیم، نه شما با ما پول میتین، نه قاق و زحمه برای ما میتین، نه میمانی میتین. وقتی که ما گپ حقیقت نزنیم، حق واقعیت نکنیم، چرا میاییم در اینجا؟ بعد کنیم که یادر شد.
به او خاطر وقتی من قاضی میشم به خاطر که صدای مردم افغانستان به گوش مردم برسانم. امارت اسلامی افغانستان شما آل خدا مقایسه به جمهوریت و قبل جمهوریت و شر و فساد و چیز عنوان میکردین قابل شوست حابت شعارتان شر و فساد بود و ختم شد رفت اشغال بود رفت ختم شد. آل موضوع این وقت زی نیست که شما مقایسه کنین خدا زیست که شما وقتی که عدالت عمری میگین تطبیق شریعت میگین شما واقعا شما عدالت اسلامی رو پیدا کنین شریعت اسلامی رو تطبیق کنین. ما بر شما سلام تقدیم میکنیم. مردم افغانستان تشنه عدالت است. مردم افغانستان تشنه تطبیق شریعت اسلامی است. مردم افغانستان عاشق سنت پیغمبر است. مردم افغانستان عاشق تطبیق قرآن کریم است. تطبیق آیات قرآن کریم است. احکام قرآن کریم است. مردم عاشق چیز عدالت عمری است. بنام امارت اسلامی عزیز امارت اسلامی افغانستان قبل از اینکه بیرون مخاطب قرار بتن قبل از اینکه در فکر ازی رسمیت شناختن این بوده که چین و امریکا و به رسمیت بشناسن اولین امری که ضرورت است که اینا باید کوشش کنند که مردم افغانستانی را به رسمیت بشناسن و اینا مردم افغانستان اینا به رسمیت بشناسن به معنای حقیقی. شما واقعا خودتان اعتراف میکنین ما اعتراف میکنین که شما از طریق غلبه وارد صحنه شدین دوباره وارد صحنه سیاسی شدین از طریق غلبه و ملا هیبت الله آخون عنوان کرده که ما حتی ملا حسن آخون که ما زعمای انتخابی نیستیم که به خاطر کمپاین صحبت کنیم. ما فرمان ما قابل 100% قابل تطبیق است ولی آن چرا که ملا هیبت الله آخون دیروز پریروز عنوان کرده ما خیلی زیاد به اون حرفش به ما جالب بود. خدا کنه که امیر طالب ها عمل کنه خودشان هم عمل کنه. اون این که گفت که هر چی آن عملی که مخالف شریعت بود مخالف سنت بود از ما اطاعت نکنه. مطابق امون حدیث است که لا طاعت لمخلوق لمعصیت الخالق. این طاعت مخلوق آدم طاعت نکنه اگه اون چیزی که معصیت به چی خداوند بوده باشه نافرمانی خداوند باشه. مطابق از امون حدیث است پیشتر میخواییم امارت اسلامی افغانستان شما اول در افغانستان شما امنیت تأمین کنین عدالت تأمین کنین عدالت اجتماعی تأمین ولی تأکید کرده امارت اسلامی هموار آقای ممتاز که امنیت سرتاسری در افغانستان تأمین است و یک حکومت منظم و یک حکومت اسلامی جریان داره در اینجا. بزرگوار همی افغانا حرفای عموما مشکل ولی هم اقدر که مقبول زیبه ولی قرآن هم بوده باشه حدیث باشه حرف مکرر دوستان. ما امارت اسلامی را بارها از همین تریبون شما بارها از بیسای گردی دیگه عنوان کردم. درست امارت اسلامی افغانستان امنیت فیزیکی را نسبیاً تأمین کرده نسبیاً بین دو خواهد نسبیاً تأمین کرده. امنیت فکری تأمین نیست. امنیت روانی جامعه تأمین نیست. امنیت اقتصادی جامعه تأمین نیست. امنیت تعلیمی تأمین نیست. تعلیمی نیست. امروز بیشتر از نصف فی جامعه ما فعلا بدون تعلیم هستند، دخترها محروم هستند، فعلا همه فامیلای افغانا به مشکلات روانی گرفتار هستند. امروز هم در افغانستان خوناک و مشکلات مرض روانی در بر جامعه افغانستان فعلا در اجتماع افغانستان حاکم هستند. این مسئله واضح است. وقتی که ما در شریعت در قرآن آمده در شریعت ما امنیت میگیم، امنیت یک کلمه جامعه شامل کامل است. به معنی جامعه قبل از امنیت فیزیکی امنیت غذایی آمده، قبل از امنیت فیزیکی امنیت اقتصادی آمده، قبل از امنیت اعتقادی آمده، قبل از امنیت تعلیم آمده. حال ضرورت است امارت اسلامی افغانستان روی از این موضوع تمرکز کنه. معنی از این نیست که امارت کارهای خوبی را انجام نداده، کارهای خوبی را امارت انجام داده. اول ختم جزایر قدرت، ختم دزده و فراری ها مختلصین اختلاس، کسی که اختلاس میکرد ختم زینا هستن محو کردن. همچنان موضوع آن چیز فسادی که حاکم بود، بعضی کسایی موضوع نقطه جالب نیست و فکر نمیکنن. همی میگن که طالب فعلا حقوق خانوما رو ضایع کرده. دوست عزیز من حقوق خانوما رو در حقیقت کی ضایع کرده؟ کسی که زمین ساز بر آمدن طالب شد، کسی که طالب سازی کرد واقعا عمدن و قصدن کرده یا ناگاهانه قصد خدمت کرده. طالب سازی که کی کرد میدونه کی کردن؟ کسایی که در 27 رمضان 27 رمضان شب لیلة القدر کنسرت دای کردن، کسایی که فحش و فسق و فجور و
فساد در افغانستان مهیا کرده. کسایی که 20 سال در اینجا در مراکز تعلیمی ما، مراکز در دانشگاه های ما در اینجا فسق و فجور ترویج کردن، فرهنگ سازی کردن، اینا زمین سازی برای طالب کردن. کسایی که رقاصا را کسای آرشگرا را کسایی از بیرون برای ما صادر کردن به نام مبارزین حقوق خانم ها. سپاس آقای آشفته. گوتریش گفته که اکنون زمان نیست، زمان درست نیست که امارت اسلامی و حکومت سرپرست به رسمیت شناخته شود. پس زمان درست افغانستان چه زمانی است که جهان او را به رسمیت بشناسه؟ پیشنهادات سازمان ملل متحد و نیروهای جهانی برای حاکمیت سرپرست طالبانی به تکرار مطرح شده و همین مسائل اساسی اولیه است در جامعه ما که حاکمیت سرپرست طالبانی به او توجه نداره. من جمله مثلا از زعمای طالبان میشنویم که تعلیمات عصری ترویجش باعث سستی ایمان میشن و لحاظا اینها اونمو مدرسه های تیپ دیوبندی را در افغانستان میخوان بیشتر بسازن که یک جرم است. این بسیار پیش پای خود دیدن است و دور ندیدن. حاکمیت وقتی که چند دور فارغ دیگه زمینه نته، زمانی که تولید معنایی و معنوی جامعه فروکش کنه صفر شوه، حاکمیت سیاسی خود به خود میره به طرف انقراض و انحلال. حاکمیت سیاسی سرپرست باید به این یک توجه بکنه. ابدا معارف عصری مخالف این نیست کسی را ایمانش اساس نفرساز. اینها نرن دیگه مدرسه سازی نکنن، ضرورت دارن به این یک که در جامعه ما یکی از جوامع کمترین انکشاف یافته و توسعه یافته از راهگذر تعلیمی، پرورشی و علمی هستیم. اینها یک بار دیگه بسیار به شدت ضربه زدن. وقتی که در حال به این روزا آدم جایی میخوانه که 3 تا دانشگاه یا پوهنتون ساختن، فرجام از این افغانستان تمام میشه. اونها چطور گپ میکنن برای ما؟ اونها در پولیه ای که خب شاید مسائل روزه تعلیم بتن اما ترویج میکنن. همین گونه وقتی که مردم مجبور شد به پاکستان برای یا در تاجکستان، اینها هر کدام در پالوی درس مسائل سیاسی را ترویج میکنن و این برای آینده افغانستان بسیار ضررناک است و برای اینمی حاکمیت سرپرست بدون میادم بسیار صدمه وارد میکنن. این که سازمان ملل هم میگه که این موقعش نیست، برای اینکه میبینن اینها این موارد بسیار کلی یک کشور چطور میتونه بدون قانون پیش بره و اینها قانون وضع نمیکنن، حاضر نیستن که بحث قانون اساسی را قبول بکنن. اینها وقتی که نمیخوان قوای سیگانی دولت تشکیل بتن، یعنی یک نوع حاکمیت، خب تا کی اینا ادعا میکنن که ما از مردم بیعت میخوایم؟ عصر بیعت نیست. اینا در اون قرارداد دو هم نگفتن ما امارت جور میکنیم و ما بیعت میگیریم. این می موارد سیگون اختلاف با امو قراردادی خودم دارن و اصله هرم برشان ماند و دولت قبلی را هم که خودش ساخته بود، دولت مزدور و چاکرمنش خوده او را سقوط دادم، اینا را به عریکی قدرت تکیه داد، اما ما هم رایشان کنار نمید. یعنی تنها اینجا نارامی مردم، خواسته های بسیار برحق مردم نیه که تمام منطقه و جهان هم از اینا میخواهی که باید در نحوه اجراعات خود تغییر برن، ولی اینها یک قرائت بسیار عجیب و غریب از شریعت، از اسلام. این شریعت و این اسلام خود در افغانستان بسیار پیشینه دارن. اینجا پدران از اینا مسلمان بودن، اما پدران و مادران از اینا بودن که اینا رو اینا تربیت کردن. یا چطور امروز یک باره این رقم فرزندی که به حساب به سلف خود توجه نداره و چیزایی میخواه یک باره بنابر شنیدن نداره. امروز جامعه جهانی در جای دیگه آمده، امروز بانک ها نقش بازی میکنه، امروز عصر اینترنت است، تکنولوژی بسیار بالا رفته و این شده نمیتونه که ما پس به اون دوره‌ای که پول نبوده، مثلا اسعار دوران نمیکرده، بانک ها فعال نبوده، سیستم های ارتباطی نبوده، این امکان نداره. اینها وقتی که میگه پاره میزنن یا کمی اگر اما فیل بخوره که در ساختمان کلی خود دارن او را پیش ببرن، میبینن که استدلال کردن نمیتونن. چطور امکان داره که جامعه امروز قرن 21 آدم مثلا به قرنهای پیش دوباره پس ببرن؟ امکان نداره. همین تغییرات تا زمانی که در تفکر حاکمیت سرپرست طالبان نامده، یقینا جامعه جهانی، سازمان ملل متحد هم اینها را معیار و محک قرار میده و میگه که ما نمیتونیم که مسائل با اینا مطرح بسازیم، بحث بر رسمیت شناسیشان بنابراین نقدر دلایل عملی نیست.
واقعا وقتی اینا حقوق بشر یک قلم نادیده میگیرن، سازمان ملل چطور میتونه که پای خود سر تمام و قوانینی بمانه که تمام جوامع بشری او را پذیرفتن و موافق از او به با طالبا حتما قرارداد بکنه و اینا را به رسمیت بشناسن. بله، سپاس. این موارد در داخل حاکمیت کنونی باید تغییر بکنن. تشکر آقای شفته. آقای ممتاز، نگرانی سرمنشی سازمان ملل در مورد ثبات و وضعیت افغانستان گفته ثبات در افغانستان وجود نداره و وضعیت هم نگران کننده است. چقدر حقیقت داره صحبت‌های گوتریش؟ این حقیقت قول حق است، مرادش باطل. خیلی حرف جذاب و معقول است در پیشوی کمره ها و در مطبوعات و همه درک میکنن که ملل متحد، سرمنشی ملل متحد یک گودی به دست امریکایی هست، یک گودی به دست اسرائیلی هست. این یک حقیقت امر است، گرچه ظاهر شاید کسایی که از عمق موضوع اطلاع ندارن، آگاهی ندارن، شاید حرف ما برشان ایمان، ولیکن تاریخ تصامیم شورای امنیت رو بگیریم، تاریخ فیصله های ملل متحد را ببینیم، عمل کرد از اینا همیشه اینا، اینا همه گیش فقط یک وسیله است. نمی کنفرانس هایی که صورت میگیره یک وسیله است، استدراج است به تدریج، به تقسیط. میخواین ذهنیت سازی کنن آن چیز را که اینا در توافقات دوحه امضا کردن به اون نتیجه برسن. اگر دقیق شما مطالعه کرده باشین در همون زمان وظیفه که اتفاقی چند ماده که دادین، در اونجا تعامل با تحریک طالبا من حیث یک حرکت نبود. مسئله ویزا و پاسپورت مطرح شده بود، موضوع جایگاه و پناه دادن و جایگاه برای مطرح شده همون زمان. ولی چون در اون زمان مطبوعات، رسانه های عجیر، مزدور، اسرائیلی، موساد، CIA همیشون در اینجا مستقر بود، در وزیر اکبر خان جای دیگه مستقر بودن، به نفع از اونا تبلیغات میکرد. متاسفانه یک کسی، یک کسی که به نام متفکر دزد، مختلص، خائن، خائن ملی، یک دیوانه را برای ما به نام متفکر معرفی کرده بودن، اما کاملا ما اطلاع دارم از موضوع دوحه، نشست دوحه و خلیزاد ما را در جریان قرار گذاشته، در حالی که امروز میگه که ما در جریان قرار داشتیم چیز پنهانی بوده. بناهن فعلا اینی کنفرانس شما که میبینین، بعضی نگرانی ها را که اعلان میکنن، اینا همش ذهن سازی. شما ببینید که به تدریج اینا از اون خواسته های اولی، آن عکس و کردنش هایی که در مقابل طالب داشتن در اون زمان، اینا از اون تنازل کردنه میاین به یک. ولیکن آن چیزی که مهم است که امارت اسلامی تا به حال کوچکترین تنازل در قبال در خواسته های زنات انجام نداده، هیچ از تصمیم خود بر نگشته. اینا میخواین که کوشش میکنن با عذر و زاری، با معذرت، خجالت آور هر کدامشون تقاضاها میکنن که اگر طالب متمدن بسازن، طالب مدرن بسازن، طالب به دسترخان جامعه بین المللی بکشانن. ولی طالب نه، طالب قطعا تغییر نکرده. طالب 5 سال در افغانستان اینا حکومت کردن. درست ما از طالب میدونیم، طالب هیچ تغییر نکرده. یگانه چیزی که در طالب تغییر کرده، دو موضوع تغییر کرده در طالب داره. یکی سابق اینا سخن گفتن حرفای دیپلماتیک یاد نداشتن. آره، حرفای متحد المال مبهم مشهور میگه، مثلا نگفته که تعلیم ممنوع، تعلیم خانم ها، بل گفته که الى امر ثانی میگن. نگه سابق که پنه میزدن، سابق تعامل دیگه داشتن. خب تر چی بود که ای بوده که شرفساد که عنوان میکردن، یک تعداد از مردم مجاهدین و یک تعداد کسار اینا برشان جایگاه قائل شده بودن، در 5 سال بودن. اما حال فلحال مردم میگن که دروازه های ما باز است، بیاین متخصصین افغانستان، بیاین داخل افغانستان، ولیکن جایگاهتان من حیث یک ماموری رتبه 6 است، بعد از رتبه 4 بالا نکنید. بنان طالب آن چیزی را که ملل متحد میگن فقط مقدمه سازی است، استدراج است، با تقصید است. تقصید میخواد ذهنیت سازی کنه، فرهنگ سازی کنه، به خاطر پلان اونمو اجندای پنهانی. تشکر آقای ممتاز.
در پایان بحث هستیم. آقای آشفته، میخوایم بحث را جمع‌بندی بکنیم. راه حل چی است در افغانستان؟ چی چیزی معضل افغانستان را حل کرده میتونه؟ معضل افغانستان را حضور مردم افغانستان برای تعیین سرنوشتشان حل میکنه. طالب تغییر نکرده، تغییر نمیکنه. اگر طالب تغییر کنه از همین معیارها بیرون شود، طالب نیست، چیز دیگه است. تضادهای درونی خودش شاید ضربات قاطع حل کننده را برای اونا وارد بکنه، اما به مردم است که تفکرات مشابه با هم نزدیک شوند. ما من حیث مسئول حرکت ملی خط سوم به اینجا میخواهیم بگویم که ما تانستیم خوشبختانه یک شورای ائتلاف ملی افغانستان ایجاد کنیم که 27 حزب و سازمان سیاسی مستقل در او، به خاطر این تغییر سر یک هدف با هم کنار آمدن که طالب از رهگذر قانونمند به اصطلاح این گفتمان وادار بسازند. طالب باید قبول بکنه که یک استیج واقعیت سیاسی عملی جامعه ماست، نه کل جامعه. اینجا صحبت از 34 35 میلیون انسان دردمند هست و اویی که دیروز آمد و ایرانی کرد و دزدی کرد و یک جمهوریت عجیب و غریب ساخت، عصرش گذشت. هیچ کسی دوامدار نیست مگر اینمی مردم. پس طالب باید خواسته های مردم در نظر بگیرن. از همه فعالان سیاسی مثل ایمانا تقاضا میکنم که دیدگاه های مشابه رو با هم مطرح کنن تا زمانی که ما باعث یک نیروی بدیل در برابر خواسته های جابرانه طالب نتانیم استفاده شویم و تنها امید تغییر از بیرون داشته باشیم. فکر کنیم جامعه ملل برای ما چیزهای رو تغییر میره. امریکا برای ما اینطور میکنه، روسیه اینطور میکنه و چین چنان میکنه و پاکستان اینطور میکنه و ایران. این امیدهای غلط باید قطع کنیم. تعیین سرنوشت یک جامعه توسط افراد فعال خود او جامعه بسیار صادقانه، خودم مسئول در برابر خدا، مردم، تاریخ، ملت میدانن صورت میگیره. ملت افغانستان هم از این قاعده کلی بشری فارغ نیست. ما میتونیم با همدیگه تفاهم بکنیم و طالب با منطق وادار بسازیم به اینکه من حیث یک قوه حاکمه یک دور برزی هم امروز امی قوه فعال به نامش زده شده میگذره، حد خود بشناسه، با مردم خود کنار بیه و خواسته های مردم نادیده نگیره و این رقم ستمی که میکنن با نام های تشکر آقای شفیع اجراءاتی که دلش هست میکنن این میره باید تغییر بده. سپاس آقای ممتاز. معضل افغانستان چه زمانه حل میشه و راه حل چی است؟ معضل افغانستان چطور حل میشه؟ متاسفانه هر نظام جدیدی که میایه و اشتباهات سابقه را تکرار میکنه، بلکه سیئات از رو یاد میکنه، حسنات خود یاد میکنه، فقط امیر یاد میکنه، ولیکن اشتباهات رو تکرار میکنه. تک روی، تک حزبی، تک گروهی، تک قومی، تک مذهبی، فعلا امی چیه ای در 100 سال اخیر تاریخ سیاسی افغانستان ای به طالب منحصر شده نمیتونه. ای موضوع دیگه که بسیار مهم است، جناب آشفته صاحب از ائتلاف بزرگ یاد کردن که از اون جایی که من اطلاع دارم کسایی که فعلا در بیرون گیر اومدن چه میگه آزمودن آزمودن خطاست. حدیث شریف است میگه لا یلدغ مومن من جهر مرتین، یک وقت مومن از یک غار دوباره گزیده نمیشه. متاسفانه ما بارها گزیده میشیم. ما امو کمونیست رای حل چیست که رای حل نیست که امو کمونیست های جنایتکار، امو سیکولر های جنایتکار، امو مختلصین فاسدین سارق و قاتل افغانستان در مدت 35-40 سال مانند اونم آب حوض گندیده بخواد در خودم میره. رای حل است که امارت اسلامی افغانستان، امارت اسلامی افغانستان که امروز قسمی که آشفته سب شده که امروز قرار به نام خودشان برآمده، یک چانس برشان آمده، تاریخ بخواین رقم بزنن. با چی رقم بزنن؟ تاریخ به تطبیق عدالت، تطبیق تاریخ به تأمین عدالت اجتماعی رقم بزنه. تشکر. تاریخ به عدم انتقام جویی. سپاس. افکر به عام میگه. آل فشال شما که اعلان میکنین که هر که مساوات وجود داره حکومت همه شما بیاین، ما نمیخوایم که دزدای مختلصین 20 ساله گذشته مجرم جنایتکار بزنه. تشکر آقای ممتاز، فرصت برنامه تمام است. اشخاص ممنون. صادق، فرزندای صادق وجود داره، خانمای شریفی که وجود داره، به نام صدای زنان افغانستان وجود داره. شما اون روز زنای محروم اونا رو برای به حقوق شد با اونا تعامل سیاسی داشتن جامعه بمیره با اونا تعامل. اما اگر شما برین هر دفعه با فاسدین و فاسقین و فاجرین و از کمونیستا و سکولرای سابق شما بر بگردین، پس اون هم دیگه است اون ماش. تشکر از مهمانان شریک در این بحث،
آقای میرویس آشفته مسئول دفتر مطبوعاتی حرکت ملی خط سوم از طریق اسکایپ و اینجا در استودیو آقای دکتر فضل من الله ممتاز دیپلمات پیشین. ممنون. تشکر از بیننده ها تا این دم برنامه را بیننده بودید. وقت بخیر. خدا نگهدار.